ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نامحرم به خاطر اون موضوعی که اون احمقیت، اون سادگی رو از دست دادیم، پیچیده شدیم در حیله ها برای اکسیر سود. حالا سود میخواد پول باشه، میخواد منافع شخصیتی باشه، میخواد هر چی میخواد باشه. شما اون توانایی رو وقتی که رو در رو شدید با درک لحظه حس میکنید، یک کوه، هر چی که در مقابلتونه در لحظه داره بهتون آموزش میده و شما هم دارید از اون آموزش میگیرید. من یه صحبتی رو قبلها اینجا کردم، یک بحثی رو کردیم سر بحث مشاهدگر و مشاهده شونده. حتما این موضوعات رو گوش بدین، اگر هم گوش دادین دوباره و یا سه باره و یا چند باره گوش بدید. شما دارای فطرت برتری نسبت به تمام این موضوعات هستید. اگر یک لحظه اون لحظه ای رو که ما صحبت میکنیم در رابطه با حساسیت ذهن نسبت به درک خودش، نه نسبت به مطالعه آموختهاش نسبت به خودش، درک خودش به صورتی که هست نه مطالعه خودش، درک خودش رو در نظر بگیرید، وقت میبینید که چقدر زندگی زیباست و چقدر شما از هستی راضیید و هستی از شما راضیه. چه ارتباط عجیبی دارید. عرفان مسیر و صحبتش در این راستاست. تمام این صحبتهایی که در داستان قبل میکردیم این بود که انقدر خودتو در این حیله ها در نپیچ. غیر مردن فرهنگ دیگر در نگیرد با خدا، ای حیله‌گر. تو فقط زمانی میتونی این ارتباط رو با خدا برقرار کنی که ترک حیله کنی، به اون سادگیه برسی، با اون سادگی بررسی کنی. و خب حکم عقلم صحبت کردیم، فکرم صحبت کردیم که کار فکر چی، همه اینا شد. حالا من امروز روز میام خودم رو به عنوان یک انسان بسیار وارسته، درک کرده همه این چیزها، این امامه همو بزرگ میکنم، نشون شما میدم. و فرض کنید ماهایی که در این تاریکی ها قرار گرفتیم و فقط میخواییم یه خوشهی بدزدیم و ببریم و بعد بگیم آقا من چه چیزهایی چیدم، حرفی رو که میزنی میگه اول ببین چی داری میبری، اول ببین چی داری میبری بعد ببر. یه مقداری زحمت بکش. یه صحبتی داشتیم که باید محک بشی، باید یاد بگیری تشخیص بدی. قدرت تشخیص رو از ما گرفتن، ما دیگه توان تشخیص دادن نداریم. یه طوری که تو اون تاریکی وایسادی، حالا خیال میکنی این عمامه رو ببری توش پر از زر و گوهره، اشتباه میکنی. اول ببین چی داری میبری بعد ببر. اینقدر تحت تاثیر احساسات، اینقدر تحت تاثیر این که من میخوام خوشه‌ای بچینم، من میخوام خودتو فریب نده تو این راهای تاریکی. برو زیر پلینا، این دستمال کهنه ها، این تیکه پاره کهنه ها رو بردار ببر. کن تیکه کهنه ها به اصطلاح نمادی گرفته از دانش های متفاوتی که این افراد برای خودشون میاموختن و با این کلمات زیبا مردم رو فریب میدادن. میگه تو، شما زمانی که ببینید، یعنی زمانی که حالا در یک شرایطی هستید که متمولی، زندگی خوبی دارید، اصلا لزومی نداره به چیزی فکر کنید. چرا احساس نیاز رو در خودتون ایجاد میکنید؟ احساس نیاز باید ذاتن به جوش بیاد بالا. من هی فکر کنم که نه من نیاز دارم که من نیازمند نمیشم. وقتی احساس نیاز واقعا جوشید اومد بالا، میبینید با نشستن پیش این و نشستن پیش اون چیزی عوض نمیشه. مولانا یکی از صحبتهایی رو که داره میگه بله، من یه سری داستانها تعریف میکنم، یه سری آینه ها جلوت میگیرم، تو ببین داری چی میبینی، ببین چی داری میگیری. اگر به دردت میخوره بگیر، ولی بدون چی داری میگیری، بدون چی داری میبری. به هر حال این کسی که توی تاریکی میمیسته در حقیقت نمادی از ما هستش که در تاریکی هستیم و ایستادیم که یه جوری از این نمد مثل این آقا برای خودمون کلاهی بدوزیم، در صورتی که
توی این تفکرات بشری تا زمانی که در رابطه با زندگی مادیمون صحبت میکنیم، تا زمانی که در رابطه با ظاهر زندگی صحبت میکنیم، ممکنه یک استفاده هایی باشه. تجربه یاد میگیریم از یه بیزنسمن، تجربه کاری میریم، درس میخونیم، اینا تماما به درد زندگی مادی ما میخوره. اما در اینجا نرو دنبال فقیه، این باید از درون خودت بجوشه بیاد بالا. ببینید در جایی میگه که قطره دانش که بخشیدی ز پیش، در حقیقت اون قطره الهی که در وجود ما هست که متفاوت با این درکه، متصل گردان به دریاهای خیش، اون باید متصل شه به دریاهای هستی و وجود. با این که من برم بشینم توی تاریکی و در تاریکی بخوام یه عمامه از یکی بدوزم یا سر کسی کلاه بذارم، جز فریب چیز دیگه ای نیست. من هم یه سری گفته های اینا رو تکرار میکنم. اگر دوستانی آشنایی دارن با تاریخ تمدن اسلامی، شما ببینید ما درجا میزدیم در فرهنگ، در فلسفه افلاطون، اشراق و مشای ارسطو همینجور اومدیم تا زمان ملا صدرا که حکمت متعالیه به وجود اومده. همش این حرفا به یک شکل دیگه یا توضیح داده شده یا بیان شده. همه صحبت ها همینا بوده. هیچ چیزی نجوشید بیاد بالا تا زمانی که انسان ها یاد بگیرن که باید خودشون چراغ راه خودشون باشن. دنبال فقط فقیه هم نرید. ببینید امروز بازار و دکون اسپریچوالیتی، معنویت، صوفیگری، تمام این داستانا رو خوندیم با هم، بسیار گرمه. هر کسی برای خودش یه شیخی شده و چهار نفر رو دور خودش جمع کرده و بعدم هی داره میگه دیگه. در بیزینس ها زمانی که میخوان یه نفر رو مثلا حقوقش بالا نمیبرن، بهش اضافه حقوق نمیدن یا به صورت خیلی کمی حقوقش میبرن بالا، ولی ده برابر ازش کار میکشن. چجوری فریبش میدن؟ میان بهش تایتل میدن، میگن تو فلان چیز منیجر فلان هست. اینم میاد خونه مثلا به زنش، به بچهش، به فلان، میگه من شدم فلان منیجر. خیلی خوب، پول کو؟ پولش چقدره؟ میبینی سه برابر طرف داره کار میکنه ولی پولش اضافه نشده، گول اون یک دونه تایتل خونده. همین کارو در این مسائل صوفیه با ما میکنن. شما برید ببینید، به خدا یک صحبتهایی میشه، یک صحبتهایی میشه، بعدم یک مقاماتی که به شما داده میشه که تو الان در این مقام هستی. این مقام ها برای کسی قابل کنترل نیست، مقامی نیست، به کسی مقامی داده نمیشه. همش این درک های فکریه، همش همین بازی های فکریه، همش این پیچیدگی های فکریه. خیلی به این نکته ها دقت کنید. انسان ها میرن سالهای سال دنبال هر کسی، به هر نحوی رفتن غلطه. باز هم تکرار میکنم، راه نمایی گرفتن، کمک گرفتن، تمام اینا قشنگه ولی تو همین سطح قشنگه. پیر شدن، مرشد شدن، خدا شدن، قدیس شدن، آخه تو تمام این مدت ها ما از اینا چه نتیجه گرفتیم؟ بازم سیم میستیکوش انجام میدیم، همون اشتباه رو دوباره انجام میدیم. کسی که بخواد کمکی به کسی بکنه، اولا بی ریاست. دوما توی صحبت پیر چنگی با هم صحبت میکردیم که پیر شما رو پیدا میکنه وقتی که آمادگی وجود داره. ولی اینی که من هی برم زیر علم اینا سینه بزنم و اینا هم هی به من مقام بدن که تو الان به این مقام رسیدی، خب چهار نفر دیگر تو برو هدایت کن، من خودم تو گمراهی دارم قوطه میزنم، برم کی رو هدایت کنم؟ اون وقتم حالا صحبت ها الا ماشاءالله دیگه، حرف من نگیرید، گوش کنید، برید ببینید چی میگن. آقا در آسمان چهارم نمیدونم حضرت عیسی اومد اینجوری جواب داد. آقا تو مگه بودی؟ این همه داره صحبت از این میشه، اونی رو بگو که خودت تجربه کردی، با اونی برخورد کن که تجربه خودته. اگر هم میخوای از کسی چیزی بگیری، اول طرفتو بشناس بعد بگیر. همین اینجور نگیر، رو حرف این و اون نگیر، ببین تو این عمامه چی هست بعدن بگیر. این صحبت ها رو من از این نظر خدمتون گفتم که داشته باشید
این همه راهنمایی هاست. صحبت این نباشه که من اینها رو میدونم، من همه اینها رو بلدم. ما باید اینها رو به گوش دل بدونیم، و الا اینی که من این رو میدونم چیز رو برای من عوض نمیکنه. 10 سال 20 سال علاف یه نفر میمونی، بعد آخر سرش هم میبینی که آقا نه چیزی هم توش نبود، همین گونه پاره هاست. و حالا تو هم مجبوری انتقامی که سر آوردن از یکی دیگه بگیری، بگی آقا بله من دارم، حالا بیا من سر شما رو کلا بذارم. این داستانیه که ما متاسفانه داریم. ما در رابطه با مولانا عرفان، البته میگم مولانا، شما دقیقاً حافظ رو هم به همین مثال منوال میبینید. چیزی که گفته میشه باید در همین زندگی به نتیجهش برسی. حافظ شعر خیلی قشنگی داره، الان اصل شعر خاطرم نیست، میگه که من مرید پیر چیز شدم، خرابات شدم، برای اینکه شیخ وعده هایی که تو دادی اون عمل کرد. یعنی شما اگر بخواد به این وعده برسه که تو میری در آسمان فلان میگیری، تو الان شدی جناب سرگرد، شدی سرهنگ، فردا میشی تیمسار، اینا وعده های سر خرمنه. میشی تیمسار و میشی سرلشکر و میشی ارتش بود، میبینی هنوز از خود اون مریده که زیر دستت گیجتری. در اینجا باید خودت تجربه کنی. ارتباطات هم ارتباطات درونی گفتنی نیست. بی صورت رو نمیشه صورت بخشید، باید درک متقابل کرد. و این رو به عنوان نصیحت بزرگی از مولانا داشته باشین. اول ببینین چی میبرید بعد ببرید.